هر دوی شما عزیزان بسیار خوش آمدید. مرسی. سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز. بینندگان شما هستیم، شنوندگان هم خواهش میکنم رادیو هستن که همه نشستن و دارن گوش میدن. امیدوارم که امروز به هر حال طوری باشه که هممون سوالایی که میکنین، جوابایی که میشنوین مورد پسندتون و یه خوشحالی، یه به قول make your day، شادی بیاریم، شادی بیاریم. جان فرمودی بسیار خوش آمدید. ممنونم از شما. منم به نوعی خودم درود میگم به شما و تمام شنوندگان عزیزم، همه هموطنان عزیزم هر کجای دنیا که هستن بسیار ما رو میشنون. ممنونم از دعوتتون. خب سالا رو آغاز کنیم. من این کار بکنیم، ما از فرصتش رو استفاده کنیم. جان میگم سخت رو اول بپرسیم، سوالای سخت. من میترسم که تک ماده استفاده کنیم. اول از آسونا شروع. بسیار خوب، بفرمایید. بگید در این 11 ماه می چه اتفاقی افتاد؟ 12 یه اتفاقی نمیفته، ولی 12 اتفاقی میفته. 12 چرا شاید هم بیفته؟ 11 همچنان دارین تمرین میکنید اتفاقی میفته. بله، قبل از کنسرت. خب من یه چیز بگم، یعنی گفتیم من یه چیز بگم، من هر روز هر شب اینو تکرار میکنم، میگیم که اتفاق که گفتیم اینو همیشه بگیم مثبت دیگه. خب بله. نمیگن افرمیشن مثبت و اینا همیشه بگیم مثبت میاد. بله. منفی بگیم منفی میاد. حالا اینه بگیم که عالی ترین اتفاقات و عالی ترین خبرها من منتظرش هستم که آفره. رخ داده، اوردی رخ داده. آفره. اینو بگیم. آفره. و واقعا من اصلا دارم میگم معتقدی اصلا وحشتناک همون روز معجزه اومده. آفرین. اینو من از تای دلم میگم، میخوام همتون آفرین بکنین این کارو حتما بگید. ما خودمون هم همیشه میگیم بایستی خوشبین باشیم، مثبت فکر کنیم. البته من دنبالش هم همیشه گفتم مثبت فکر کردن یک نمونهش اینه که مثلا اگر آدم لباس نو پوشیده اون بالای پرنده کاری کرد که لباس کثیف شد، نه و ناراحت شد، باید بگیم خوشحالیم که گاو پر نداره. این خیلی اونم شدون داره. آی شو آقا سیاد، من گیت شدم الان، نمیدونم میواد الان فکر کنم. یه خورده بود روزا برنامه ما رو گوش کنیم گیجیده. الان شنونده های ما همشون درست متوجه میشن. از دوازای می بگید، از سیاتر و برنامه بسیار مفصلی که در پیشه که خیلی وقت دارید. بله. برش تمرین میکنید، زحمت میکشید. خیلی برنامه خوب و مفصلیست. چه خبر؟ والا بذارید من یه نکته‌ای بگم اینجا، من فکر کنم که خود کمک بکنه. این داستان داستان سر دراز داره، داستان درازیه. هلن عزیز که من خودم یکی از طرفداران شدیدش بودم برای سالها، ولی متاسفانه این شانس این که با ایشونو کار کنم نداشتم. از دور همدیگر رو میشناختیم، همدیگر رو دوست داشتیم، ولی از چند وقت پیش که آقای جری خاچاتوریان منیجر معروف شهر با خانم هلن صحبت کردن و با هم همکاری کردن و منو هم آوردن تو این کار، این یه به نظر اینطور بهترین نوعشه که بگیم یک فصل جدیدی در کارهای هلن عزیز هست که بعد از مدت‌ها که زیاد در صحنه نبوده داره کارش دوباره شروع میکنه و یک برنامه بلند مدت که از الکس تیاتر گلندل 12 می شروع میشه، ولی تبدیل میشه به یک سری کنسرت‌های دور دنیا و یک سری آهنگ‌ها و موزیک‌های جدید. درنچه 12 می یک شروع جدیده. بسیار عالی. پس آقا خاچاتوریان عزیز اونو سما تعطیلی شاگرد نمیخواییم ما بیان کنار برسیم. اجازه میدین من خاطرم رو بگم. در یک سالن بزرگ آمریکایی مجسم بکنیم که هلن اون وسط سالن که البته کار یک کار دیگه است، کار ورزشیه، هلن بره اون وسط بدون موزیک برای آمریکایی‌ها سرود امریکا رو بخونه و ببین چه جنجالی به پا کرده. بله. یعنی بله. واقعا این خاطره بسیار بسیار جالبی است برای من.
از کارهای هلن که گفتم شاید یادش نباشه الان من چیزی الان گذاشتن روی یوتیوب. آمریکایی‌ها خیلی براشون جالب بود و خیلی استقبال کردن از این کار و به حق از عهده کار برمون. خدمتون بگم که برحال همه ما پیشینه هلن رو تا حدی باش آشنایی داریم. هلن دانش آموخته که این کار هست. هلن به زبانهای بسیاری زیبا اجرا میکنه و توانایی و رسایی صداش بسیار زیاده و هنرش خیلی متفاوت است از اینکه فقط برای به زبان فارسی و ایرانی ها بخواد اجرا بکنه. من فکر میکنم که توانایی هلن خیلی بیشتر از این نیست که حتی ما الان شاهدش هستیم. بله من جای هلن